گلستانی فیصله اعلام نتیجه نخستین انتخابات را امضا کرد. به نام خداوند بخشاینده مهربان، سلام، وقتتان بخیر. با یکی از ویدیوهای دیگر از کانال سمارت پلاس خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایین ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. نورستانی فیصله اعلام نتیجه نخستین انتخابات را امضا کرده است. صدای آمریکا گزارش می‌دهد. منابع در کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که رئیس این نهاد فیصله اعلام نتایج نخستین انتخابات ریاست جمهوری را امضا کرده است و منتظر امضا شدن این فیصله از سوی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات است. از آغاز هفته روان بارها از احتمال اعلام نتایج انتخابات گزارش های پخش شدند، اما منابع آنچه را که وجود اختلاف ها میان اعضای کمیسیون انتخابات درباره چگونگی اعلام نتایج قسمی و یا هم اعلان ابتدایی نخستین میگویند سبب تأخیر مکرر اعلام این انتخابات میدانند. مرزا محمد حق پرست سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت رهبری کمیسیون مستقل انتخابات حملا نمین اکنون نشستی دارند و پس از این نشست موقف رسمی خود را درباره اعلام نتایج با ملت شریک می سازد. در همین حال بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان می گوید که کمیسیون رسیدگی و شکایات انتخاباتی در برابر بنبست به میان آمده در روند انتخابات نباید خاموش بماند. یوسف رشید رئیس این بنیاد بیان داشته است. متاسفانه کمیسیون شکایات انتخاباتی به یک دفتر پذیرش شکایات تبدیل شده است. از صلاحیت های خود به گونه کافی استفاده نمی کند. قاطعیت عمل ندارد. محافظه‌کاری در اجراعاتشان دیده می شود و تماشا می کنند که چگونه کمیسیون انتخابات از این وضعیت بیرون می شود. همزمان با این کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی میگوید که فردا نشستی را برای حل اختلاف ها میان نامزدان انتخابات و کمیسیون انتخابات برگزار خواهد کرد. محمد رضا فیاض معاون سخنگوی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی اظهار داشت فردا جمعه یک نشست مشورتی برگزار میکند. کمیسیون شکایات انتخاباتی در این نشست نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات نیز حضور خواهند داشت و به همین طور نمایندگان تیم‌های انتخاباتی، رسانه‌ها و جامعه مدنی. انتخابات ریاست جمهوری 2 ماه و 21 روز پیش برگزار شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات تاکنون موفق نشده که حتی نتیجه نخستین را اعلام کند. در همین حال صدای آمریکا گزارش می‌دهد عبدالله اگر غنی عادلانه برنده شود برایش مبارک باد می‌گویم. عبدالله یکی از کاندیدان ریاست جمهوری افغانستان گفته است که اگر محمد اشرف غنی رقیب انتخاباتیش در انتخابات به گونه عادلانه برنده شود برایش مبارک خواهد گفت. آقای عبدالله در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز که امروز 12 دسامبر یعنی 21 قوز نشر شده گفته است اگر غنی به گونه عادلانه برنده شود این جرأت را دارم که به او مبارکی بدهم، اما او افزوده است که پیروزی که آسان آن را اساس آن را نباشد قابل پذیرش نیست این در حالی است که حامیان تیم ثبات و همگرایی بر رهبری آقای عبدالله در 7 ولایت دفاتر کمیسیون انتخابات را مسدود کرده و اجازه بازشماری آرا را نمیدهند، چون به گفته این تیم بازشماری آرا قبل از حذف آرایی که اساس بایومتریکی ندارد خلاف اصول است. آقای عبدالله همچنان گفته است که نباید در مورد ایجاد مشکلات احتمالی از سوی متحدین او نگرانی وجود داشته باشد. عبدالله دیروز هشدار داده بود که اگر کمیسیون انتخابات بدون رسیدگی به خواستهای معترضان نتایج را اعلام کند بی تفاوت نخواهد ماند. آقای عبدالله ادعا دارد در انتخابات گذشته ریاست جمهوری از روی مصلحت حکومت وحدت ملی را پذیرفته بود. تاکید کرده است که این بار مصلحت نخواهد کرد. نیویورک تایمز نوشته است که با وجود آن که آقای عبدالله گفته است که این بار تسلیم نخواهد شد، اما بر اساس مصاحبه ها با مشاوران و سیاسون متحدین او نگرانند که آقای عبدالله بر موقفش استوار نخواهد ماند. با آن هم نگرانی متحدینش را پذیرفته و تعهد کرده است که مبارزاتش را جاری نگه خواهد داشت. او گفته است در مورد دوستانم نگران نباشید، من نزد همهشان خواهم رفت، من برای کشورم مشکل ایجاد نخواهم کرد. این در حالی است بر اساس گزارش نیویورک تایمز تیم آقای غنی عبدالله را
ایجادگر موانع خوانده و اتهام وارد می کند که برای کسب قدرت جنجال می کند. در همین حال رهبران احزاب و تکت های انتخاباتی به کمیسیون انتخابات هشدار می دهند. آریانا نیوز. رهبران احزاب و تکت های انتخاباتی می گویند که به صورت مشترک در برابر تقلب انتخاباتی می ایستند. رهبران احزاب سیاسی و تکت های انتخاباتی می گویند که تعهد کردند که در برابر تقلب انتخاباتی به صورت مشترک استادگی کنند و اگر کمیسیون انتخابات به مسیر احکام قانون لوایح و طرز العمل های انتخاباتی بر نگردد، هر نوع تلاش در جهت حاکم ساختن حکومت برآمده از تقلب را ناکام ساخته و برای برگرداندن آرای واقعی مردم تصمیم تعیین کننده اتخاذ می کنند. این چهره های سیاسی خواهان تامین شفافیت و عدالت در نتایج انتخابات هستند و می گویند در صورتی که به خواستهایشان از سوی کمیسیون انتخابات رسیدگی نشود، دامنه اعتراض هایشان افزایش خواهد یافت. عبدالله عبدالله، کریم خلیلی، محمد محقق، رحمت الله نبیل و گلبدین حکمتیار و شماری از سیاسیون دیگر روز گذشته در نشست در منزل کریم خلیلی با نشر یک اعلامیه مشترک گفتند در برابر تقلب گسترده انتخاباتی به صورت مشترک و هماهنگ می ایستند. آنان در این اعلامیه تاکید کردند که نیروهای امنیتی و دفاعی باید بی‌طرفی کامل خیش را در منازعات انتخاباتی حفظ کنند. در این اعلامیه از جامعه بین المللی خواسته شده که بی‌طرفی خود را حفظ کرده و در منازعه شفافیت و تقلب جانب شفافیت و اراده واقعی مردم افغانستان را بگیرند. یک عضو دسته انتخاباتی ثبات و همگرای آنچه مداخله ارگ ریاست جمهوری در کار کمیسیون انتخابات میداند را از محور این نشست میگوید. رهبران سیاسی و تکت های انتخاباتی با اشاره به گفتگوهای صلح خاطر نشان کردند که به عنوان طرف عمده مذاکره کننده صلح با طالبان، صلح را نیاز اصلی مردم افغانستان خوانده و تاکید میکنند که این روند ملی از انحصار فرد و جهت خاص خارج گردد. فریدون خوزون، سخنگوی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی، میگوید ارگ مستقیما مداخلات را در کمیسیون ادامه میدهد و همچنان مانع تصمیم گیری قانونی و مشروع کمیسیون انتخابات می شود. ما باید هماهنگ باشیم و جلوی این مداخلات را بگیریم و تاکید ما این است که دوباره برگشت داده شود به قانون. اطلاعات روز همچنان گزارش می دهد فضل احمد معنوی، عضو ارشد تیم انتخاباتی ثبات و همگرایی و رهبری عبدالله عبدالله، می گوید در صورتی که کمیسیون مستقل انتخابات با مسیر قانونی بر نگردد، این تیم تحت هر شرایط این کمیسیون را وادار خواهد کرد تا آخرین راه تقلبی را از سیستم خارج کند. آقای معنوی که دوشنبه 18 قوز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد، با اشاره به نشست روز گذشته کمیسیون انتخابات، این نشست را ضیاع وقت خواند و گفت که به نمایندگان تیم ثبات و همگرایی برای طرح ادعای این تیم وقت داده نشده است. معنوی افزود که آنان انتظار داشتند که نشست روز یکشنبه به یک نتیجه بیانجامد، اما آن چیزی را که کمیسیون انتخابات ارائه کرد مبنی بر برداشت‌های خود این کمیسیون از وضع تکنیکی و فضای عمومی و در کنار آن مبتنی بر سیاسی بودن قضیه بود. او تاکید کرد که تیم ثبات و همگرایی دنبال هیچ بهانه نیست، تنها از کمیسیون انتخابات می‌خواهد که بر اساس قانون لوایح و طرز العمل‌های تصویب شده کار کند. با گفته او، کمیسیون انتخابات در نشست آن روزش نشان داد که به قانون و مقررات تمکین نمی کند. معنوی همچنان گفت کمیسیون از قبل یک تصمیم گرفته و هیچگاه نمی خواهد از راهی که می خواهد برود برگردد. فضل احمد معنوی گفت در صورتی که کمیسیون برای که می رود ادامه بدهد، قضیه را بیشتر از این پیچیده، سخت و مبهم می کند. آقای معنوی در بخش از صحبتهایش گفت حتی یک رای تقلبی پذیرفتنی نیست. هر آنچه که پیش می آید مسئولیتش به عهده ما نیست. وظیفه ما گذشت از آنچه که قانون به ما حق دادن نیست. تشکر از توجهتان. تا ویدیوهای دیگر، الان نگهدار.